سلام و به ویدیو دیگری از مجموعه ویدیوهای سندری فرست کلاس زندگی من کدام است خیلی خوش اومدید. امروز قرار سومین قدم رو به شما یاد بدم که بر اساس اون میتونید ثروتمندتر زندگی بکنید و زندگی آسوده تری داشته باشید. همراه من باشید. قانونی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت بکنم قانون 100 ساعت هستش. قانون 100 ساعت برای شفاف سازی اولویت های شما توی زندگی تهیه شده. آقایی هست به نام آقای جی شدی که توی این روزها یکی از اینفلوئنسرهای مطرح فضای مجازی در کل دنیاست و این قانون رو بسیار پرطرفدار کرده در دنیا. یه سوال خیلی ساده وجود داره. فرض بکنید که 3 تا سطل در اختیار شما هستش و 100 ساعت وقت دارید. از شما میخوان که نسبت به وقتی که دارین به هر کدوم از این سطل‌ها یک رقمی یک درصدی رو بدید. سطل شماره 1 ما سطلی است که در مورد کارهایی که شما در اونها بسیار خوب هستین و بسیار خوب عمل میکنید. سطل شماره 2 کارهایی که شما درش ای بدکی نیستین ولی خیلی تخصصی ندارین. سطل شماره 3 کارهایی که شما اصلا توش خوب نیستید. یه چند لحظه فکر کنین با خودتون و ببینین اگر شما قرار باشه این زمان 100 ساعته رو بین این 3 تا سطل تقسیم بندی بکنین به هر کدوم اینها چه درصدی میدین. خیلی خوش اومدین دوباره. اگر که شما بعضی از شماها میدونم که حتما گفتین که خب من یک جوری اینها رو تقسیم بندی میکنم که 33% زمانم رو از اون 100 ساعت و 33 ساعتش رو میذارم در کارهایی که خیلی خوبم، 33 ساعتش رو میذارم در کارهایی که خیلی متوسط هستم، ای بدکی نیستم، 33 ساعتم میذارم رو کارهایی که اصلا توش خوب نیستم. شاید خیلی از شما فکر کنید میرم خب یاد میگیرم خوب میشم نمیدونم فلانی هر. اما یه نکته ای رو میخوام به شما بگم. آدمای موفق دنیا، اونایی که ثروتمند شدن، اونایی که پیشرو هستن، از خیلی هاشون راجع به همین سوال پرسیدن و به شما بگم اکثر اونها یا گفتن که یه چیزی بین 80% برای سطل شماره 1 میذارن و هر کدوم از سطلای دیگر رو 10% و 10% میذارن. خیلی از اونها حتی صحبت این رو کردن که برای سطل شماره 1 100% وقتشون رو میذارن و برای سطل 2 و 3 حتی 1% هم نمیذارن، 0 و 0. خیلی خیلی نکته مهمیه دوستان عزیز من. وقتتون رو اختصاص بدین در کارهایی که خیلی درش خوبین، بی نهایت خوبین، توانایی خیلی زیادی دارین. وقت گذاشتن به کارهایی رو که توش خیلی خوب نیستین یا اصلا خوب نیستین رو بندازین دور. وقت تلف نکنید، از این وقتتون استفاده بکنید. تمرکز برای شما باعث میشه که سریعتر به نتیجه برسید. آدمایی که خیلی کارهای مختلفی رو مد نظر دارن، مگر اینکه آدمهای آنترپرنر باشن، کارآفرین باشن و توان اجرایی و مدیریتی چند تا کار رو همزمان داشته باشن، غیر از این موارد به درد نمیخوره دنبالش نباشین. خیلی ممنونم که با من هستید. از این قانونه حتما در زندگیتون استفاده بکنید. به ما بفرمایید که شما کارهایی رو که درش خیلی خوب هستین چقدر زمانتون رو، چند درصد زمانتون رو میگیره، کارهایی که دارین متوسط انجام میده ای بدکی نیستین، یا کارهایی که اصلا هیچی توش نیستین و فقط یه ایده اومده که برم این کارا رو انجام بدم، چند درصد وقتتون رو بابت اون کارا میذارین. خیلی ممنونم که با من هستید. همچنان قوی باشید همراه ما.